بچه ها این سوال عین الخطأ در چه چیزی؟ در اسم تفضیله. تیتر سوالی این شکلی دیدی؟ یعنی این که اسم تفضیل افعال فعلا که داریم، افعال فعلا که داریم رو چک بکن ببین آیا این افعال برای مذکر به کار رفته، این فعلا برای مؤنث به کار رفته. این یه نکته، نکته اول که بیان کردم. نکته دوم که خیلی حساس تر از بخش اول هستش، چک بکن ببین هر جایی که داره این برتریه نسبت به کس دیگه ای چیز دیگه ای اتفاق میفته، یعنی قیاس، یعنی قیاس بین دو تا شخص، دو تا چیز، ببین آیا افعل به کار رفته یا نه. چون باید افعل به کار بره، یعنی مذکر به کار بره. خیلی مهمه. اصولا طراح سوال توی این تیپ سوالی میاد سراغ این قسمت، یعنی بخش دوم. در گزینه یک میگه که اینجا نگاه کنید ایناش، میگه شکی، هیچ شکی نیستش که زبان قرآن بلیغ تر از، داره قیاس میکنه چون من میادش، یعنی داره یه قسمت رو، یه کسی رو با شخص دیگه قیاس میکنه، یه چیزی رو با چیز دیگه قیاس میکنه، میگه بلیغ تر از همه زبانهای دیگره. بخش اول با بخش دوم داره قیاس میشه، مذکر افعل آورده، ابلغ، کاملا هم درست. دو، میگه خواهر کوچکترم برای خواهر آورده، صغرا، کاملا درست، قیاس نکرده، من نیومده بعدش. اینجا هم کبرا برای تلمیزه آورده، مؤنث آورده برای تلمیزه که مؤنثه، کاملا درسته. بریم سه، میگه معلم ما، معلمان ما در مدرسه از برترین معلمانه، ببین از آورده، از برترین معلمانه کشور هستند، افاضل جمع آورده براشون، جمعش هم آورده، کاملا هم صحیح. بریم چهار، میگه این دانش آموز دختر سقرا من آورده، داره قیاس میکنه این دانش آموز دختره با چه کسایی؟ با همکلاسیانش. هر وقت خدا قیاس دیدیم قرار شد افعل بیاریم، فعلا آورده، سقراس، نادرست، باید میگفت اسقر من. پس اشتباهه و پاسخ تستمون هم میشه گزینه چهارم. دوتا نکته رو برای خودت ثبت بکن، تست رو هم با دقت دوباره با من همراهی بکن در دیدن این ویدیو، و مطمئن باش که نکات این تیپ سوالی رو به خوبی یاد گرفتی.